غزنی در این اواخر همواره خبرهای جنگ و خشونت گزارش شده است، اما این بار گزارش ها از غزنی حاکی است که فرهنگیان و مقامات این ولایت برای نخستین بار جشنواره ادبی و فرهنگی گل آلو را برگزار کردند. در این مراسم شماری از فرهنگیان، نویسندگان و شاعران در زمینه به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند. همزمان رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی برگزاری چنین محافل ادبی و فرهنگی را در ساختار ارزش‌ها و افتخارات ملی تاثیرگذار عنوان کرد. بشیر نقشبندی از غزنی گزارش می‌دهد. اینجا فرهنگیان، نویسندگان، شعرا، فعالان مدنی، مقامات محلی و شمار زیاد از مردم گرد هم آمدند تا از نخستین جشنواره گل‌آلو تجلیل به عمل آورند. فرهنگیان برگزاری همچون محافل را در رشد و ترویج فرهنگ تاثیرگذار می‌دانند. رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی می‌گوید که برگزاری محافل ادبی و فرهنگی گل‌آلو در ساختار ارزش‌های ملی و افتخارات ملی می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد. مشاعری ادبی، هنری او فرهنگی بندارونه د ملی ارزښتونو او ملی ویاړونو په ساتنه، د ملیتونو پریوالی، د مینې او عاطفی پروزنه، د غراز د کرکو، نفرتونو، جګړو او نفاق په لمنځه وړلو کې تل مثبت رول لوبولی. در حین حال منشی شورای ولایتی غزنی از مسئولان اطلاعات و فرهنگ غزنی خواست تا این جشن ملی ادبی و فرهنگی را درج و ثبت برنامه های فرهنگی ساخته تا در سال آینده این جشنواره بزرگتر و بهتر تجلیل شود. به خاطر رسمیت بخشیدن جشن گل آلو به عنوان یک جشن فرهنگی به ثبت برنامه های فرهنگی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ شود. امیدوار هستم در این زمینه اینا تلاش بکنند تا اما قسمت دیگر این برنامه به شعر و شاعری اختصاص یافته بود. طلوع آفتاب در انعکاس باغ نارنجی است، گل آلو بدیدم محو وصف کبریا گشتم. پسرلی ده یار راش سنگ گلو دی آلو کرو، ز اوباد بستا لمخه، ز اوباد بستا لمخه، لری لری ستا سالو کرو. سنیمو چمت اوشیم در بزمی گلالو، از خیش برون جوشیم، از خیش بیرون جوشیم در بزمی گل آلو.